سلام دوستان، امروز اومدیم با هم دیگه اسماچ درست کنیم و کاربرد اون رو تمام دانستانی‌هایی که مربوط به اسماچ میشه رو با هم دیگه در میون بذاریم. اول از همه لوازم مورد نیاز برای ساخت اسماچ. میتونیم از گیاهان تازه یا خشک شده استفاده بکنیم، نخ کنفی یا پشمی میتونیم استفاده بکنیم. شما میتونید اسماچ ها رو با استفاده از گیاهان خشک و تازه درست بکنید. کار با گیاهای تازه خیلی راحت تر هستش، چون که گیاهان خشک شکننده هستن. اونها رو به هر شکلی که بخواید میتونید در بیارین. در ابتدا گیاهان مورد نظر رو روی یک سطحی بچینین، گیاهان پهن رو زیر بذارید و گیاهان ریزتر رو روی اون بذارید و سپس گیاهان بزرگتر رو روی گیاهان کوچکتر قرار بدین. سپس اونها رو رول بکنین و با نخ کنفی و یا همون پشمی که دارین اونها رو محکم بپیچین. گیاهان ساق بلند رو ترکیب کنین و در دستتون بذاری و در میان کار و یا وقتی که نخ رو دور اسماچ میپیچیم میتونین اجزای ریزتر مثل چوب دارچین، پرتقال خشک شده یا قنچه گل رز یا گل محمدی رو به اون اضافه بکنین. برای نتیجه بهتر اسماچ میتونیم حداقل 1 یا 2 هفته این اسماچ ها رو توی محیط آفتابی به صورت سر و ته آویزون بکنیم تا کاملا خشک بشن و سپس از اونها استفاده بکنیم. حالا برسیم به اینکه اسماچ چی هست و چه کاربردهایی داره. در بسیاری از آیین‌های دینی گیاهان روح مقدس دارن و از اونها برای شفابخشی استفاده میکنن. حتی به عنوان واسطه انسان و عالم الهی نقش ایفا میکنه. برخلاف تصور رایج، استفاده از گیاهان برای این اهداف موضوع جدیدی نیست و در گذشته بسیار کاربردی بوده و بلکه مجموعه از روش هایی که بشر برای حفظ ارتباط با زمین و همچنین دنیای روح از 1000 سال پیش از اون استفاده میکرده. شاید براتون جالب باشه که اسماچین چی هست و چه گیاهانی برای تهیه اسماچ استفاده میشه و هر کدومشون چه ویژگی هایی دارن. اسماچینگ از مراسم بومیان آمریکا که برای برکت دادن و پاکسازی مردم و مکان‌هاست که معادل سوزاندن آرام گیاهان و گل‌هاست استفاده میشه. امروز علم ثابت کرده که اسماچینگ به معنای واقعی کلمات هوا رو پاکسازی میکنه. در حقیقت یک مطالعه علمی که در سال 2007 منتشر شد نشون داد که دود دارویی میتونه باکتری‌های موجود در هوا رو در یک فضای محدود از بین ببره. 1 ساعت سوختن دود دارویی 94% باکتری‌های موجود در هوا رو کاهش میده و اثرات تصفیه 24 ساعت در یک اتاق بسته رو داره. از اونجا که هدف اسماچینگ تراوت یک فضاست، گیاهانی رو استفاده کنین که بوی اونها رو دوست داشته باشین و احساس خوبی برای شما به ارمغان بیاره. همچنین میتونین از پرتقال خوش شده یا چوب دارچین برای عطرشون هم استفاده بکنید. حالا ببینیم اسماچ چه کاربردی داره و به چه منظوری از اون استفاده میکنن. وقتی به خونه جدیدی نقل مکان میکنین، اسماچینگ میتونه پاکسازی انرژی ساکنان قبلی و یا خلاص شدن از انرژی های منفی نفرات قبلی و یا هر نوع جوهر بد رو کمک بکنه و از بین ببره. وقتی احساس ناراحتی میکنین و برخی از وقایع خواه دعوا و یا اینکه یک روز بدی رو پشت سر میذارین، انرژی ها و بار منفی رو که ایجاد میکنه و در فضا هست، شما میتونین به وسیله اسماچینگ از بین ببرین تا منفی بودن اون روز از بین بره و دوباره شروع به یک روز مثبت و انرژی مثبت بکنید. همچنین برای روز سال نو قبل از شروع کار جدید، بعد از خونه تکونی فصل بهار میتونین از اسماچ ها استفاده بکنید و اینها خیلی مفید هستند. اگر شما هم تجربه در این مورد دارید میتونین در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارین و با دوستانمون به اشتراک بذارین و برای حمایت از ما تنها کافیه که این ویدیو رو لایک بکنین، سیف بکنین که اطلاعات اون رو داشته باشین. بریم سراغ خواص گیاهان مختلف که برای ساخت اسماچ چه خواصی دارن. برگ سرو برای پاکسازی محیط مورد استفاده میشه. سوزنه کاج که برای پاکسازی و تصفیه هوا مفید هستند. سنوبر، استخدوس، رزماری، گل محمدی، گل خرگوشه که همگی برای پاکسازی استفاده میشن و خاصیت آرام بخشی دارن. گلبرگ های گل سرخ و گل رز که برای مراقبه هم از اونها استفاده میشه.
ما میتونیم از نعنا برای محافظت از محیط هم استفاده بکنیم. بادرنج بویه، نعنا و بومادران برای از بین بردن سموم هم استفاده میشه. معمولاً مریم گلی از گیاهانی هستش که برای اسماچینگ استفاده میشه. اما گیاهان مختلفی وجود دارن که دارای خاصیت‌های متنوعی هستن. برخی از خاصیت‌های دارویی خاصیت تمیز کنندگی، برخی بوی مطبوع مثل اسخودوس دارن که توی ساختن اسماچ‌های خونگی از اونها استفاده میشه. اسماچ های خونگی یک مزیت دیگه ای هم که داره اینه که شما میتونین بنا به نیاز خودتون از گیاهایی که مورد نیازتون هست و مورد علاقتون هست با هم استفاده کنین و یا اینکه اونها رو با هم دیگه ترکیب کنین که ما در اینجا توی ویدیو هم کاملا دیده میشه که من از گیاهانی مثل سرو، رزماری، چوب دارچین، گل محمدی، گل سرخ، بادرنج بویه، برگ بو استفاده کردم و اینها رو با هم دیگه ترکیب کردم. خب اگر که تا اینجا از ویدیو لذت بردین و براتون مفید بوده دکمه سابسکرایب رو بزنین و از ما حمایت کنین تا ویدیوهای بعدی که میذاریم رو شما اولین نفر باشین و از اونا مطلع بشین. از گیاهانی که میتونیم بگیم و برای اسماچ مورد استفاده قرار میگیرن، گل همیشه بهار منفی گرایی رو از بین میبره، شوید شانس و فراوانی زیادی رو به ارمغان میاره، ریشه یا برگ زنجبیل آرامش رو به سرعت در محیط منتشر میکنه، نعنا شفا بخش و محافظت کننده، تسکین دهنده و نیرو بخش هستش، بادرنج بویه تصفیه کننده و پاک کننده است، بابونه شادی و آسایش رو به ارمغان میاره، ریحان آرامش و شادی رو میاره، برگ سنجد شفا بخش و از بین برنده انرژی های منفی هست، بنفشه بالا بردن انرژی و شادی هستش. اینجا مجموعی از گیاهان رو من برای شما کاملا توضیح دادم که میتونین با این گیاهان اسماچ های بسیار زیبا و پرخاصیتی رو درست بکنین. امیدوارم که این پست براتون مفید واقع شده باشه و از اون استفاده بکنید. از اینکه همراه ندا لایف بودین، تکرار میکنم ندا لایف هیچ حامی نداره و حامیش توی نوعی هستی که داری این ویدیو رو میبینی و به چند روش میتونی منو حمایت کنی. اگه منو سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن. اگر ویدیو رو لایک نکردی، لایک کن. و اگر نظری داری که از همه مهمتره و از همه مهمتره، اگر نظری داری در مورد ندا لایف و فکر میکنی باعث رشد اون میشه، 100% اون رو کامنت کن. بخیل نباش، همه اینها رایگان هسته. ارادتمند شما ندا.